برای توی دل زن. همین اندیشه از هزاران سال پیش وجود داشته. یعنی ارسطو که بزرگترین متفکر غرب بوده و دانش ارسطو تا قرن 18 به اصطلاح مرجع بوده، ارسطو معتقد بدن زن ماده است و تیره است و سرده و ایجاد اختشاش میکنه و غیره و غیره، ولی یک ظرفه، یک ظرفه، یک دیکچه است، یک ظرفه که توش سومانس رو میشناختن، یعنی اسپرم رو میشناختن، میدونستن خب بالاخره یه مایه از بدن مرد خارج میشه، نمیدونستن اون اسپرم چی هست درونش اینا، ولی میدونستن یه مایه خارج میشه و این مایه باید به داخل بدن زن منتقل بشه، ولی فکر میکردن اینا به اصطلاح این عامل اصلی رو مرد به اصطلاح وارد بدن زن میکنه و زن نقشی نداره در به اصطلاح زایندگی، در فرزند آوری نقشی نداره به اصطلاح، خب خیلی به اصطلاح و این نقش رو مرد داره، اصل مرده، چون چه شناختی داشتن اونا؟ اونا میدونستن که باید زن و مرد آمیزش کنن، میدونستن که هر زنی یا هر دختری حامله نمیشه، دخترهای جوون نمیشن قبل از بلوغ، میدونستن که بعد از یائسگی زن حامله نمیشه، میدونستن که مثلا یعنی به هر حال همخوابگی باید باشه و میدونستن که باید این اسپرم ها داخل بدن زن بشه، در این حد آگاهی داشتن تا قرن 18. از قرن 18 به بعد هست که ما تا بعد از اختراع عینک و میکروسکوپ و غیره و غیره غیره کروموزوم و غیره و غیره رو کشف کردیم، تازه فهمیدیم که زن و مرد هر دو نقش برابر دارن و حتی از لحاظ ژنتیکی 50% پاتریمون به اصطلاح اون ثروت، اون سرمایه مرد به اصطلاح سرمایه ژنتیکیش 50%، زن هم 50% منتقل میشه به نطفه و به اصطلاح برابری وجود داره اینجا، برابری ژنتیکی و بیولوژیکی وجود داره، هر دو سهم مساوی دارن در پیدایش فرزندها، ولی اونها هیچ خبر نداشتن و اصلا اوول رو نمیشناختن به این وجه، بنابراین یه فرضیه هایی درست میکردن که خب اگر اوول نباشه فقط اسپرمه که باعث اووردن بچه میشه، بنابراین مردها قبول میکنن که زنها یک قابلیت به اصطلاح یا امتیاز خیلی قابل توجه دارن و اونی که میتونن بچه به دنیا بیارن اونم پسر، به خصوص مردها به پسر علاقه مندن به خصوص، و زنها نقششون این که پسر بیارن برای مردها و حتی تو کد سیویل ناپلئون درست این گفته میشه که وظیفه زن اینه که پسر فرزندان آینده، پسران آینده رو به اصطلاح به دنیا بیاره، یا همین چند سال پیش تو الجزایر اون رئیس رهبر جنبش تروریستی اسلامی الجزایر گفت اصلا وظیفه هر زن مسلمان این که یه پسر مسلمان برای پدرش به دنیا بیاره، یعنی این تو ذهن همه ما هست، بوده، الان هم هست، تو فرانسه هم هست همینطور که به اصطلاح باید وظیفه زن به دنیا آوردن پسر هست، این به اصطلاح قابلیت توجه، این به اصطلاح اون چیزی که بهش میگه پریویلیج اگزوربیتان به اصطلاح امتیاز خیلی فوق‌العاده زن، این به زن رو تبدیل میکنه به یک ثروت، به یک غنیمت، به یک سرچشمه، به یک منبع در واقع، یک نوع ثروت میشه و مردها سر این میجنگن، سر اینکه این ثروت رو تصاحب کنن و بنابراین مسئله تصاحب زن مطرح میشه، باید صاحب تصاحب کرد زنها رو چون سرچشمه ثروت و تضمین کننده آینده هستن به اصطلاح. خب حالا اینجا مسئله کلود لوی استروس مطرح میشه که کلود لوی استروس که به اصطلاح بزرگترین آنتروپولوژ فرانسه و دنیا بوده، معتقده که تمام جامعه های بشری بر اساس 4 اصل ساخته شدن و این 4 اصل عبارتند از یکی اینکه زنای با محارم باید ممنوع بشه، یعنی ازدواج با خیشان، خیشان نزدیک، با پدر، پدر با مادر، خواهر، دختر نباید ازدواج کنن،
یکی این هست. میگه در تمام جامعه های بشری به تقریب این اصل وجود داره. به اصطلاح انسست، به اصطلاح چیز شده، ممنوع شده. و دومی اینی که ازدواج با برون گروهی به اصطلاح اگزوگامی، یعنی اخباخ، یعنی آدم ها مجبور بشن با افراد گروه های دیگه ازدواج کنن، نه با خویشاوندانشون. و این به اصطلاح یه اصل رایجی بوده تو تمام به اصطلاح گروه هایی که بعداً با همدیگه همکاری میکنن، روابط برقرار میکنن، جامعه تشکیل میدن، به اصطلاح ازدواج برون گروهی جای ازدواج درون گروهی رو میگیره. این دومین اصله. سومین اصل این که یک نوع به اصطلاح یک رابطه ثابت پایدار بین زن و مرد برقرار میشه، یعنی نوعی خانواده یا ازدواج. به نوعی ازدواج در همین جامعه ها به وجود میاد به اصطلاح، که یعنی یک دوام و ثباتی به این روابط زن و مرد میده. چهارم اینی که تمام وظایف این حتی قبل از فرانسواز اریتی این تحقیق شده، تمام این جامعه ها وظایف اجتماعی تقسیم بندی شده بر اساس جنس، یعنی یک سری وظایف رو به عهده زن ها میذارن، یک سری به عهده مرد ها. یک تقسیم بندی جنسی وجود داره و تقسیم بندی کارها به اصطلاح. سوالی که حالا فرانسواز اریتیه اینجا کلود لوی استروس فکر میکرده این طبیعیه، همیشگیه، خب باید مردها مسلط باشن، باید مردها مثلا مقدم باشن، بنابراین تقسیم کار طبیعیه و از این قبیل. اون تا حدی به اصطلاح یه چیزی رو که ندیده، متوجه نشده، اینی که چه چیزی به مردها این امکان رو داده یا این قدرت و اختیار رو داده که این اصول رو اجرا کنن. یعنی چون طبق نظریه کلود لوی استروس گروه های اولیه بشری، خب ازدواج ها درون گروهی بوده، بعد بین اینها جنگ و جدال بوده همیشه بین گروه های قبیله ها، و برای اینکه صلح برقرار بشه، همکاری بشه، روابط نزدیکی به وجود بیاد، مردها تصمیم میگیرن با خواهر و مادر و دخترشون ازدواج نکنن، اینا رو عوض کنن با خواهر و مادر و دخترای دیگران، و به این ترتیب روابط خویشاوندی بین گروه‌ها به وجود بیارن. بنابراین اگزوگامی که به اصطلاح ازدواج برون گروهی هست، این رایج میشه. ولی فرانسواز اریتی از خودش میپرسه که چرا مردها این حق رو به خودشون میدن که زن و مادر و دخترشون رو مبادله کنن با دیگران؟ چه قدرتی، چه قانونیتی، چه مشروعیتی وجود داشته؟ و اینجاست که به اصطلاح میگه که این همین سیستم ارزش‌گذاری متفاوت قبل از همه اینا پیدا شده، یعنی اون موقعی که شروع کردن به اجرای این اصولی که استروس مطرح میکنه، مردها صاحب یه قدرتی شدن، به زنها قبلا مسلط شدن، به خاطر همین که تصاحبشون کردن مسلط شدن، و بعد اینها اون وقت به خودشون حق میدن که مبادله کنن، تقسیم کار کنن، غیر و غیر. حالا چه اهمیتی داره از لحاظ بحث ما؟ نتیجه‌ای که فرانسواز اریتیه میگیره، میگه که در واقع سلطه یا قدرت، سلطه مردها بر زنها در اون نقطه ای از تاریخ شروع میشه که بدن زنها در اختیار مردها قرار میگیره، یعنی مردها تصاحب میکنن، اون موقع سلطه شروع میشه و قرنها ادامه داشته تا الان هم هست تو خیلی جا. و چرا این فرضیه است؟ میگه که ولی به اصطلاح چطوری من میتونم ثابت کنم؟ میگه توی فرانسه مثلا یا توی غرب، درست از اون موقعی که زنها بدن خودشون رو در اختیار خودشون گرفتن، آزادی واقعی پیدا کردن. یعنی از اون موقعی که کنتراسپسیون تو فرانسه و تو اروپا رایج شد، تمام شیوه های جلوگیری از حاملگی که به زنها امکان میده بدن خودشون رو کنترل کنن، روند زایندگی رو کنترل کنن به اصطلاح،
که تعداد بچه‌ها رو خودشون انتخاب کنن، اصلا کی بچه دار بشن، چند تا بچه داشته باشن، با کی ازدواج کنن، کی طلاق بگیرن اگر خواستن طلاق، یعنی همین